سلام بر شما، به برنامه دیگری از ایران و جهان خوش آمدید. در این برنامه با هم مروری خواهیم داشت به مهمترین خبرهای هفتهی که گذشت. در ابتدا گزارشی رو میبینیم از انتقاد علی اکبر ناطق نوری به افراطیون و تندروها. در دو گزارش جداگانه نگاهی خواهیم داشت به اتفاقات رخ داده در اوکراین. در هفته گذشته رئیس سازمان انرژی اتمی علی اکبر صالحی هم علارغم توافق ایران با گروه 5 به علاوه 1 گفت ایران در صورت نیاز دست به غنی‌سازی خواهد زد، ولی از خط قرمز عبور نمی‌کند. و در نهایت یک فایل صوتی منتسب به رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و پرسش در مورد یک پرونده فساد مالی بار دیگر فضای سیاسی ترکیه را ملتهب کرده. با ما همراه باشید. علی اکبر ناطق نوری با حمله به افراطیون و تندروها در جمهوری اسلامی با بیان اینکه افراطی‌ها با ایمان نیستن گفت همکنون یکی از بدبختی کشور ما این است که گرفتار تندروها و بی‌ترمزها هستیم. در همین راستا اکبر هاشمی رفسنجانی هم آیت الله خمینی را معتدل توصیف کرد و گفت که وی همواره از گروه‌های افراطی دوری می‌کرد. ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی از حامیان حسن روحانی هستند. علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آدم‌های با تقوا افراطگر و تندرو نیستند بلکه معتدل هستند گفت همکنون یکی از بدبختی‌های کشور ما این است که گرفتار تندروها و بی‌ترمزها هستیم، حال چه چپ و یا چه راست باشد. تندروی و نامتعادل حرکت کردن به کشور و انقلاب ضربه می‌زند. وی گفت برای پرهیز از افراطگرایی همگی باید خود را با علی خامنه‌ای تنظیم کنند. ناطق نوری با مقایسه خامنه‌ای و حضرت علی گفت در حال حاضر برخی کاسه‌های داغ‌تر از آش هستند که اینها زمان حضرت علی هم بودند و آخر سر هم جزو خوارج شدند. وی در ادامه افزود علامت سجده روی پیشانی خوارج دیده می‌شد و آستین لباسشان پاره می‌شد. اینها به ظاهر زاهد بودند، اما حضرت علی در موردشان می گفت که خطر اینها از کفار بیشتر است. ناطق نوری گفت به برخی از این افراطگرایان وقتی گفته می شود که خامنه‌ای چنین موضوعی را گفته است می گویند برخی چیزها را خامنه‌ای مصلحت نمی داند و ما باید جاده صاف کن باشیم. ناطق در پایان هم با مقایسه تندروها در داخل و خارج از کشور گفت تکفیری ها و القاعده و این مرزها از کجا آمدند؟ این تندروها به نام اسلام فساد و جنایت می کنند، سر می برند و قلب طرف را می خورند و به زنان مردم تعدی می کنند و فکر هم می کنند با این کارها به بهشت می روند. در همین راستا اکبر هاشمی رفسنجانی هم اعتدال را جزی از مذهب شیعه خواند و گفت مسلمانان دارای منطق، استدلال و تفکر و تعقل هستند و تا زمانی که مورد تهاجم قرار نگیرند دست به شمشیر و سلاح نمی برند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله خمینی را مظهر عدالت معرفی کرد و گفت آقای خامنه ای از همان روزهای نخست همواره از گروه های افراطی و تندرو دوری کردند و پافشاری و تاکید ایشان بر نقش مردم در تصمیم گیری ها بود. اظهارات هاشمی در مورد آیت الله خمینی در حالی است که در زمان رهبر پیشین ایران افراطگرایان وضعیت سیاهی را برای جامعه ایران به وجود آوردند و آقای خمینی هم از آنها حمایت می‌کرد. از جمله در جریان حمله به سفارت آمریکا آقای خمینی با حمایت از حمله کنندگان آن را انقلاب دوم نامید. هاشمی رفسنجانی در ادامه سخنان خود گفت که باید همه برای جلوگیری از پیشروی و تندروی جلوگیری کنیم، چرا که مردم از تندروی می‌رنجند. علی اکبر ناطق نوری و اکبر هاشمی رفسنجانی از حامیان حسن روحانی هستند که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بارها مورد حمله قرار گرفتند. در جریان مناظره جنجالی میرحسین موسوی و احمدی نژاد، رئیس دولت پیشین صراحتاً فرزندان هاشمی و ناطق نوری را به راندخاری و فساد متهم کرد. پس از آن آقای هاشمی مرتب به احمدی نژاد و تیمش حمله و آنها را افراطگرایان تازه به دوران رسیده معرفی کرد. اما آقای ناطق نوری بعد از آن مناظره جنجالی سکوتی اعتراضی کرد
و تا زمان روی کار آمدن روحانی سخنی نگفت. وی اخیراً در چندین نوبت تلویحاً به تندروها حمله کرده است. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید مداخله نظامی در اوکراین از سوی روسیه اشتباهی سنگین برای ولادیمیر پوتین خواهد بود. پس از برکناری ویکتور یانوکوویچ، پارلمان این کشور در جلسه فوق‌العاده اختیارات رئیس جمهوری را موقتاً به الکساندر تورچینوف رئیس پارلمان محول کرد و به او تا روز سه‌شنبه گذشته مهلت داد که دولت ائتلاف ملی را تشکیل دهد. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا با اشاره به تحولات اوکراین گفت آمریکا در کنار مردم اوکراین است و خواستار برقراری دموکراسی در این کشور است. به گزارش رویترز، سوزان رایس با اشاره به احتمال مداخله نظامی روسیه در اوکراین گفت مداخله نظامی در اوکراین از سوی روسیه اشتباهی سنگین برای ولادیمیر پوتین خواهد بود. رایس همچنین یادآور شد آمریکا به همراه صندوق بین‌المللی پول در ارائه کمک‌های مالی و اقتصادی برای اوکراین که اقتصادی شکننده دارد ایفای نقش خواهد کرد. وی در خصوص احتمال تجزیه اوکراین هم گفت رئیس جمهور اوباما به همتای روس خود پوتین گفته است که آمریکا و روسیه در حفظ وحدت اوکراین منافع مشترکی دارند. رایس در ادامه تاکید کرد تجزیه اوکراین نه به سود اوکراین، نه به سود روسیه، نه به سود آمریکا و نه به سود اتحادیه اروپا است و کسی نمی‌خواهد شاهد این باشد. در رویدادی دیگر در اوکراین، پس از برکناری ویکتور یانوکوویچ، پارلمان این کشور در جلسه فوق‌العاده اختیارات رئیس جمهوری را موقتاً به الکساندر تورچینوف رئیس پارلمان محول کرد و به او تا روز سه‌شنبه مهلت داد که دولت ائتلاف ملی را تشکیل دهد. الکساندر تورچینوف پس از انتخاب آمادگی خود برای گفتگو با مقامات بلند پایه روس را اعلام کرد. رئیس جمهور موقت اوکراین که ریاست پارلمان این کشور را نیز بر عهده دارد، همچنین از طرفداران خود خواست تا به درگیری‌ها در این کشور پایان دهند. آقای تورچینوف از متحدان نزدیک یولیا تیموشنکو نخست وزیر اسبق است که روز شنبه از زندان آزاد شد. پارلمان اوکراین همچنین به برکناری وزرای امور خارجه و بهداشت این کشور رأی داد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که به دنبال سقوط دولت اوکراین، پارلمان این کشور سه گزینه را برای بر عهده گرفتن مقام نخست وزیری اوکراین در نظر گرفته است. همزمان گزارش شده که محل اقامت ویکتور یانوکوویچ نامعلوم است. در همین حال آقای یانوکوویچ حوادث اخیر اوکراین را کودتا توصیف کرده و با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری قانونی این کشور است، گفته که از قدرت کناره‌گیری نمی‌کند. این در حالی است که او از روز شنبه ناپدید شده و مشخص نیست کجا به سر می‌برد. خبرگزاری آلمان گزارش داده که نیروهای مرزی اوکراین اجازه خروج رئیس جمهوری سابق اوکراین از کشور با یک پرواز چارتر از منطقه مادری خود به نام دونتسک را ندادند. همچنین شب گذشته هم سفیر روسیه در کیف، پایتخت اوکراین، برای مشورت به مسکو فراخوانده شد. در رویدادی دیگر، ایران که کشوری نزدیک به روسیه است و از یانوکوویچ حمایت می‌کند، هم به بحران اوکراین واکنش نشان داد و گفت سرنوشت اوکراین با تحقق اراده ملت و تفاهم نیروهای سیاسی این کشور و عدم دخالت خارجی میسر است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه گفت جمهوری اسلامی ایران تحولات اخیر در کشور اوکراین را با دقت پیگیری می‌کند. اعتراض‌ها در اوکراین از ماه نوامبر سال 2013 و هنگامی آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق این کشور امضای قرارداد تجاری و اقتصادی با اتحادیه اروپا را نپذیرفت و ترجیح داد روابط مستحکم تجاری خود را با روسیه افزایش دهد. معترضان به این تصمیم که خواستار نزدیکی اوکراین به غرب هستند، برای پیش از دو ماه در سرمای طاقت فرسای کیف در خیابانها باقی ماندند تا در نهایت موفق شدند دولت را ساقط کنند. درگیری ها در کیف به کشته شدن بیش از 80 نفر منجر شده است. اوضاع در میدان استقلال شهر کیف اوکراین که مرکز اعتراضات اخیر بوده در حال حاضر آرام گزارش شده است.
رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران با اشاره به افزایش بیماران روانی در ایران میگوید در حال حاضر 25% بزرگسالان ایران دچار بیماری روانی هستند. پیشتر یک مقام وزارت بهداشت هم نسبت به افزایش بیماری‌های روانی در ایران هشدار داده بود. این آمار در حالی است که برخی کارشناسان میزان بیماری روانی در کشور را بسیار بیشتر اعلام می‌کنند. دکتر احمد جلیلی رئیس انجمن علمی روانپزشکان در ایران آمار جدید بیماران روانی در ایران را 25% افراد بزرگسال ذکر کرد. پیش از او دکتر رضا میرسپاسی رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران گفته بود که اختلالات روانی در ایران رتبه بالایی از بار بیماری را در بر دارد. او از حدود 20-23% افراد بزرگسال یعنی بین 15-64 سال مبتلا به بیماری روانی یاد کرده بود. دکتر احمد جلیلی آمار 20-23% بیماران روانی را مربوط به سال گذشته خواند و گفت بنابر آمارگیری که به صورت تحقیق میدانی و بر مبنای پرسشنامه در تهران و شهرستان‌ها شده، شمار بیماران روانی افزایش یافته و به 25% رسیده است. به گفته وی میزان بیماری‌های روانی میان زنان نیز حدود 6% بیشتر از مردان است. دکتر جلیلی گفت کسانی که از آنان به عنوان بیمار روانی نام برده می شود دارای عارضه هایی هستند چون اضطراب، افسردگی، وسواس، اختلالات شخصیتی و اختلالات شدید روانپزشکی چون اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی. وی افزود تا اواخر قرن 19 و در ایران تا 50 سال پیش فکر می کردن که بیمار روانی کسی است که دچار اختلالات شدید روانپریشی باشد. در نتیجه برای مردم بیماران روانی کسانی بودند که دچار هذیان، توهم، قطع رابطه با واقعیت، اختلال رفتار، تهاجم و گوشه‌گیری بودند. اما به گفته دکتر جلیلی این دسته از بیماران تنها 1/10 جمعیت یک کشور را تشکیل می‌دهند و از این گروه به نام بیمار روحی یاد می‌شود. دکتر جلیلی در پایان هم گفت از اوایل قرن 20 بیماری‌های روانی طیف گسترده‌ای از بیماری‌ها را در بر گرفت که مردم به طور معمول آنها را بیماری روانی نمی‌دانند، مثل اضطراب، افسردگی، اختلال خواب، عصبانیت، اختلال اشتها، وسواس، خستگی و اختلال‌های شخصیتی. در همین رابطه پیشتر هم فاطمی رخشانی معاون وزیر بهداشت گفته بود شیوع بیماری‌های روانی طی سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده و از 19% به حدود 23% رسیده است. همچنین علی اکبر سیاری معاون پیشین بهداشتی وزارت بهداشت هم گفته بود بیماری‌های روانی در سال 1380 معادل 21% بوده که این روند در سال 1387 به 34% افزایش یافته است. سیاری همچنین نسبت به افزایش شدید بیماری‌های روانی در ایران هشدار داده و گفته بود این میزان در حال حاضر به 40% رسیده است. احمد نوربالا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم سال گذشته با استناد به بررسی‌های انجام شده طی سال‌های 1378 و 1387 به خبرگزاری ایسنا گفته بود میزان شیوع اختلال‌های روانی در میان ایرانیان در فاصله 9 سال 60% افزایش پیدا کرده و به اندکی بیش از 34% رسیده است. آمار بیماری‌های روانی در ایران در سال‌های اخیر به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی و فضای بسته سیاسی افزایش یافته است. همچنین در همین رابطه کارشناسان از مسئولان وزارت بهداشت انتقاد کرده و گفته بودند وزارت بهداشت در ایران به بیماران روانی و مراکز روانپزشکی خدمات نمی‌دهد. مدیر کل بازرسی نفت سازمان بازرسی کل کشور میگوید روزانه 1,000,000 بشکه نفت در ایران از بین می رود. وی علت اتلاف این میزان نفت و گاز در ایران را مشعل‌های گازی تأسیسات صنایع نفت و گاز کشور عنوان کرده است. ایران اگرچه بعد از روسیه دومین ذخایر بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد، اما بر اساس گزارش شرکت بی پی تولید گاز در ایران حتی کمتر از مصرف داخلی کشور است. فرزاد مخلص الائمه در همایش اصلاح قراردادهای نفتی گفت که صنعت نفت ایران روزانه 1,000,000 بشکه نفت می سوزاند. به گفته وی میزان اتلاف منابع نفتی و گازی در ایران 75 برابر کشور عربستان است و این در حالی است که کشور عربستان هم اکنون 2 برابر ایران نفت تولید می کند.
فرزاد مخلص الائمه مهمترین علت اتلاف این میزان نفت و گاز در ایران را مشعل‌های گازی تأسیسات صنایع نفت و گاز کشور عنوان کرده است. پیش از این رستم قاسمی وزیر پیشین نفت در روزهای پایانی فعالیت دولت دهم از اتلاف روزانه 35 میلیون متر مکعب گاز در ایران خبر داده بود. ایران دارای تعداد زیادی مشعل گازی و یکی از کشورهای بزرگ سوزانده گازهای همراه نفت جهان است. در همین رابطه خبرگزاری مهر دو روز پیش از احتمال خاموشی 40 مشعل گازی در ایران خبر داده بود. پروژه‌ای که برای اجرایی شدن نیاز به 8 میلیارد دلار پشتوانه مالی دارد. بر اساس آنچه در خبرگزاری مهر آمده بود، تنها در منطقه عسلویه معادل 10 میلیون متر مکعب گاز از طریق 40 مشعل می سوزد. مدیر کل نفت سازمان بازرسی در بخش دیگری از سخنان خود برداشت از میادین مشترک را نیز واجد اهمیت بسیار دانسته و گفته است که توسعه میادین مستقل جدید باید از دستور کار صنعت نفت خارج شود. به گفته وی ایران باید پیش از هر چیز توسعه میدان‌های مشترک را حداقل تا مرحله حفاری پیش ببرد و پس از آن به توسعه میدان‌های مستقل بپردازد. آقای مخلص الائمه همچنین گفته است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده در ویکیلیکس آمار ارائه شده از ذخایر نفت و گاز عربستان واقعی نیست و از این رو این کشور در معادلات نفتی آینده در جهان جایی ندارد و کشور آمریکا نیز به خاطر تولید گاز از ذخایر نامتعارف آسیب‌های جدی به محیط زیست زده است و از این رو ایران می‌تواند محور سرمایه‌گذاری بلند مدت در صنایع گاز جهان باشد. به دنبال تحریم‌های غرب علیه پرونده اتمی ایران، جمهوری اسلامی نتوانسته تجهیزات لازم برای تجهیز چاه‌های نفت و میادین گازی را به دست آورد و از این رو در میادین مشترک نفتی و گازی با کشورهای همسایه دچار زیان می‌شود. ایران در مرزهای جنوبی و جنوب غربی خود با 6 کشور منطقه حداقل 15 مخزن نفتی مشترک در آب و 13 مخزن مشترک در خشکی دارد. از میان این میادین مشترک ایران هنوز از برخی از آنها نظیر میدان نفتی مبارک مشترک آبی با امارات و میدان نفتی اسفندیار مشترک آبی با عربستان سعودی برداشت نمی کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به سخنان وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت این جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس نیازهای خود سطح و میزان غنی‌سازی را تعیین می کند و تهران از این اصل به عنوان خط قرمز عدول نمی کند. دو روز پیش وندی شرمن معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا گفته بود در توافق نهایی میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 تهران قادر خواهد بود تا برای مصارف خود به شکل محدود و تحت نظارت غنی سازی کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، علی اکبر صالحی در جزیره کیش در واکنش به اظهارات خانم شرمن گفت آنچه خانم شرمن درباره حق غنی‌سازی ایران به صراحت به آن اشاره کرد، پیش از این در برنامه اقدام مشترک به وضوح آمده بود. وی تصریح کرد منتقدان برنامه اقدام مشترک به این موضوع انتقادی ندارند که حق غنی‌سازی در این برنامه پذیرفته شده است یا خیر، بلکه میگویند چون قرار است در نهایت یک توافق دو جانبه راجع به حجم و سطح غنی‌سازی صورت گیرد، این موضوع پاشنه آشیل است و ممکن است آنها بگویند شما غنی‌سازی کنید ولی به مقدار خیلی کم. صالحی ادامه داد حق غنی‌سازی قبلا بارها گفته شده بود و این اصل به رسمیت شناخته شده در معاهده امپیتی است و نیازی هم به رسمیت شناختن این حق توسط آنها نداریم. وی افزود 5 به علاوه 1 در واقع به صورت دو فاکتو و عملی به حق غنی‌سازی ایران اذعان کرده است و این مطلب را خانم شرمن هم به صراحت عنوان کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت نکته‌ای که باید بر آن جدیت لازم را داشته باشیم این است که غنی‌سازی در حجمی که ما نیاز داریم و ما تعیین کننده آن نیاز هستیم و با هر شیوهی که بتوانیم غنی‌سازی کنیم و در هر سطحی که غنی‌سازی نیاز داشته باشیم ما بایستی از این حق برخوردار باشیم که این خواسته و خط قرمز ماست و از آن عبور نمی‌کنیم. وی گفت ما به طور داوطلبانه پذیرفتیم که حق غنی‌سازی خود را در حد 5% حفظ کنیم و این بدان مفهوم نیست که اگر بیش از 5% نیاز به غنی‌سازی داشته باشیم به این حوزه ورود نکنیم،
و در صورت نیاز ایران در آینده به غنی‌سازی بیش از 5%، اگر مانند گذشته نیاز ایران را تامین نکند، باید به این حیطه ورود کنیم و نیازهای خودمان را تامین کنیم. اظهارات آقای صالحی در حالی است که جمهوری اسلامی در حال حاضر و حداقل در توافق 6 ماهه با غرب حق غنی‌سازی 5%ی و محدود دارد و وندی شرمن معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا که از نمایندگان اصلی آن کشور در گفتگوهای اتمی با ایران نیز هست هم در همین رابطه گفته بود که فقط در توافق نهایی میان ایران و کشورهای 5+1 تهران قادر خواهد بود تا برای مصارف خود به شکل محدود و تحت نظارت غنی سازی کند. خانم شرمن در اسرائیل همچنین افزوده بود که برنامه غنی سازی ایران باید محدود، تحت نظارت، قابل راستی آزمایی و با اندازه‌ای مشخص باشد. معاون وزارت خارجه آمریکا گفته بود اگر چنین شرایطی در برنامه غنی سازی ایران رعایت نشود، آنگاه توافقی نیز در کار نخواهد بود. در رویدادی دیگر مرتبط با برنامه اتمی ایران، نخست وزیر اسرائیل نیز در دیدار با صدر اعظم آلمان اظهار کرد که برنامه هسته‌ای ایران بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی است. وی روز یکشنبه نیز ضمن ابراز نگرانی از مذاکرات هسته‌ای با ایران گفته بود که ایران همه چیز می‌گیرد و تقریباً هیچ چیز نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو 5 اسفند ماه با آنگلا مرکل که به اسرائیل سفر کرده است، بر لزوم در پیش گرفتن راه‌هایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به ظرفیت ساخت تسلیحات اتمی تأکید کرد و گفت معتقدم که این مسئله بزرگترین چالشی است که جهان از لحاظ امنیتی با آن مواجه است. وی روز گذشته نیز در گفتگو با اعضای کابینه‌اش هم گفته بود که آلمان و سایر اعضای 5+1 باید با استحکام با ایران برخورد کنند تا بتوانند اطمینان حاصل کنند که ایران قادر نخواهد بود تسلیحات اتمی تولید کند. اسرائیل بارها نگرانیش درباره پرونده هسته‌ای ایران را ابراز کرده و معتقد است که این مذاکرات تنها سبب می‌شود ایران بتواند فرصت بیشتری برای رسیدن به بمب اتم داشته باشد. ایران و 5+1 3 آذر ماه به توافق موقت هسته‌ای دست یافتند و حال نیز گفتگوها برای رسیدن به توافق نهایی ادامه دارد. دور بعدی مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی قرار است روز 26 اسفند ماه در وین برگزار شود. و اما دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه با انتقاد شدید از تصمیمات پارلمان اوکراین گفت مشروعیت دولت جدید اوکراین با تردید جدی روبروست. وزارت خارجه روسیه همچنین در بیانیه‌ای به شدت از مواضع و اقدامات کشورهای غربی در قبال تحولات اوکراین انتقاد کرده است. دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه در نخستین واکنش به اختیارات دولت جدید اوکراین مشروعیت آن را زیر سوال برد. آقای مدودف گفته است دولت جدید اوکراین در نتیجه شورش مسلحانه بر سر کار آمده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در اظهاراتی با انتقاد از روند برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین گفته است پارلمان بدون انجام بحث‌های کافی و با دستکاری در قانون اساسی رئیس جمهوری را برکنار کرده است. در رویدادی دیگر منابع خبری گزارش دادند در پی عزل ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین و تعیین موعد انتخابات ریاست جمهوری، تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از امروز سه‌شنبه در این کشور آغاز می‌شود. به گزارش شبکه المیادین آغاز این تبلیغات در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری اوکراین حدود 3 ماه دیگر آغاز می‌شود. پارلمان اوکراین تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را 25 ماه می اعلام کرده است. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین پس از آزادی از زندان اعلام کرده بود در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین کاندید می شود. نخست وزیر سابق اوکراین اعلام کرده که قصد ندارد تصدی سمت نخست وزیری را بر عهده گیرد. در رویداد دیگر دولت موقت اوکراین برای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور فراری این کشور و عده دیگر به اتهام کشتار تظاهرکنندگان حکم بازداشت صادر کرد. یانوکوویچ برای آخرین بار در بخش روس زبان کریمه دیده شده است. از سوی دیگر وزیر موقت دارایی اوکراین اقتصاد این کشور را در آستانه ورشکستگی توصیف کرد و گفت اوکراین برای 2 سال آینده به 35 میلیارد دلار کمک نیاز دارد.
کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا برای بررسی راه‌های کمک به اقتصاد درهم شکسته اوکراین روز دوشنبه به کیف سفر کرد و کمک به اوکراین را به تشکیل دولت مشروط کرد. در همین حال رئیس جمهور موقت اوکراین اعلام کرد آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد دولت موقت اوکراین را به رسمیت شناختند. و در تحول دیگر هم پارلمان اوکراین استپان کوبیو، یک نماینده با تجربه در امور بانکی را به ریاست بانک مرکزی این کشور برگزید. در پی این گزینش آقای کوبیو که 51 سال دارد تعهد کرد کارهای بانک مرکزی را با شفافیت انجام دهد. رئیس جدید بانک مرکزی اوکراین از اعضای حزب یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین است که اخیراً از زندان آزاد شده. نارامی‌های اوکراین از ماه نوامبر و زمانی آغاز شد که ویکتور یانوکوویچ از امضای قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا سر باز زد و به جای آن به روسیه نزدیک شد. در جریان درگیری‌های چند روز اخیر این کشور نزدیک به 80 نفر از نیروهای پلیس و معترضان کشته شدند. و اما خبرهای زد و نقیزی از تیراندازی به سوی سفارت ایران در بغداد پایتخت عراق منتشر شده است، در حالی که برخی منابع وقوع این حادثه را تایید می‌کنند، منابع دیگر آن را رد کرده و میگویند که حادثه به سفارت ایران ارتباطی نداشته است. سفارت ایران در بغداد در نزدیکی منطقه خضرا قرار دارد که منطقه حفاظت شده است. این سفارتخانه پیشتر در معرض حملاتی با خودروهای بمبگذاری شده و شلیک خمپاره قرار گرفته بود. شب گذشته از سفارت ایران در بغداد صدای تیراندازی و درگیری شنیده شد. تلویزیون لبنانی المیادین در خبری فوری اعلام کرد که یکی از نگهبانان سفارت در پی این تیراندازی زخمی شده است. علی نراقی سخنگوی سفارت اعلام کرد که این محل هدف هیچ حمله‌ای نبوده. اما فرانس پرس به نقل از یک مقام وزارت کشور عراق گزارش داد که شلیک تیر ناشی از خودکشی محافظ عراقی سفارت بود. ساعتی بعد حسن دانایی‌فر سفیر ایران در بغداد نیز خبر تیراندازی به سفارت ایران و کشته شدن یکی از محافظان این محل را تکذیب کرد. دانایی‌فر به خبرگزاری ایسنا گفت در یکی از خیابان‌های اطراف سفارت ایران در نزدیکی استانداری بغداد برای دقایق تیراندازی روی داد که در اثر آن یک نفر زخمی شد. اما هدف تیراندازی سفارت ایران نبود و به کارکنان آن هم آسیبی نرسید. در همین حال در پی این تیراندازی راه‌های منتهی به سفارت ایران در منطقه سبز بغداد بسته شدند. این منطقه تحت حفاظت شدید امنیتی قرار دارد و کلیه وزارتخانه‌ها و دفاتر دولتی و سفارتخانه‌های خارجی در آن واقع شدند. به موازات این رویداد تلویزیون العربی از وقوع انفجار مهیبی در منطقه الکراده در مرکز بغداد خبر داد. خبرنگار المیادین نیز گزارش داده که صدای انفجار در خیابان ابو نواس در نزدیکی دجله شنیده شده است. خشونت در عراق در ماه‌های گذشته گسترش یافته است. تنها در سه هفته نخست ماه فوریه 660 نفر در بمبگذاری، عملیات انتحاری و انفجارهای کور کشته شدند. فرانس پرس به نقل از محافل امنیتی و پزشکی عراق می نویسد که از ماه ژانویه تا کنون 1650 نفر در این کشور در درگیری های خونین جان باختند. در ادامه واکنش محافل تندرو به روزنامه آسمان که چندی است توقیف شده، محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری گفت معترضان به حکم قصاص مرتد هستند. روزنامه آسمان در نسخه سه‌شنبه یعنی 29 بهمن خود با انتشار مطلبی حکم قصاص را غیر انسانی دانسته بود. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری میگوید آیت الله خمینی گفته بود افرادی که حکم قصاص را غیر انسانی میدانند مرتد هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای منتظری در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن اعلام اینکه آقای خمینی چنین سخنی گفته افزود بنابراین باید گفت مخالفان قصاص مرتد هستند. منتظری افسود در حال حاضر عده‌ای کژفکر، کژندیش و کژفهم می‌خواهند احکام مسلمه قرآن را زیر سوال ببرند. آقای منتظری ضمن اعتراض به زیر سوال بردن اصل قصاص گفته تردید ایجاد کردن در محکمات اسلام و قرآن با مسلمانی فرد ناسازگار است. وی افسوده اگر شخصی اسلام را پذیرفت معنای آن این است که ملتزم به همه محکمات آن است و چنین فردی نمیتواند یک سری احکام مسلم اسلام را رد کند. رئیس دیوان عدالت اداری گفته
پس از انقلاب نیز وقتی قرار شد قصاص در قانون مجازات اسلامی لحاظ شود، عده‌ای در جبهه ملی به قصاص به عنوان یک مسئله غیر انسانی اعتراض کردند. وی ادامه داده که آقای خمینی بلافاصله تا این خبر را شنیدند، حکم ارتداد ایشان را صادر و تأکید کردند که اگر سخن خود را پس نگیرند مرتدند. منتظری مدعی شده حالا با گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی دوباره افرادی که کژفکری، کژاندیشی و کژفهمی آنان ریشه در همان جبهه ملی دارد، دوباره همان سخن را میگویند تا موجی در جامعه ایجاد کنند. اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به انتشار مطلبی در روزنامه آسمان سه‌شنبه 29 بهمن به نقل از داوود هرمیداس باوند که در خاطره لایحه اسلامی قصاص را غیر انسانی خوانده بود بیان شده است. چند روز بعد روزنامه آسمان به همین علت از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی از اجرای قصاص در ایران دفاع می‌کنند و آن را جزو دستورات قرآن و اسلام می‌دانند که برخی کارشناسان مذهبی معتقدند قصاص حکمی فقهی است و می‌تواند بر اساس نظر فقها تغییر کند. سالیانه صدها نفر در ایران و سایر کشورهای اسلامی بر اساس همین حکم کشته می‌شوند. و اما انتشار یک فایل صوتی منتسب به رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و پسرش در مورد پرونده فساد مالی یک بار دیگر فضای سیاسی ترکیه را ملتهب کرد. در این فایل صوتی آقای اردوغان از پسرش می‌خواهد 30 میلیون یورو پولی را که در خانه نگهداری می‌شود را فوراً خارج و پنهان کند. در واکنش آقای اردوغان گفت این فایل ساختگی و توطئه‌ای بر علیه دولت در آستانه انتخابات است. مایستان بختیاری و جزئیات بیشتر. پس‌لرزه‌های سیاسی که در پی مطرح شدن پرونده فساد مالی در ترکیه به وجود آمده پایانی نداره. این بار انتشار یک فایل صوتی منتسب به آقای رجب طیب اردوغان و پسرش جنجال بسیار زیادی رو در رسانه‌های ترکیه و در میان افکار عمومی به وجود آورده. روز گذشته یک فایل صوتی در یوتیوب منتشر میشه که فردی که این فایل رو منتشر میکنه مدعی هستش که مکالمه تلفنی آقای رجب طیب اردوغان و بلال پسرش است درست در روز 17 دسامبر، روزی که پرونده فساد مالی در ترکیه مطرح میشه. در این فایل صوتی که منتسب به آقای رجب طیب اردوغان هستش، آقای اردوغان از پسرش بلال میخواد که فوراً مبلغ 30 میلیون یورویی که در خانه وجود داره رو از خانه خارج کنه و در جایی پنهان بکنه. البته هنوز هیچ منبع موثقی صحت و سقم این فایل صوتی رو تایید نکرده، ولی دست کم تا الان که این گزارش رو من برای شما میفرستم بالغ بر 3 میلیون نفر از این فایل صوتی دیدن کردن. حتی میشه تا حدودی نظرسنجی ها رو در اینجا دید، نزدیک به 12,000 نفر در واقع لایک کردن این فایل صوتی رو، یعنی موافقت خودشون رو اعلام کردن، و حدود 3,000 نفر هم آن لایک کردن و یعنی مخالفت خودشون رو با این موضوع اعلام کردن. به نظر میرسه موافقین با این فایل صوتی بسیار بیشتر از مخالفین هستش. همین موضوع هم در فضای رسانه‌ای ترکیه و در میان روزنامه‌ها امروز با آفتاب زیادی داشت، چه رسانه‌ها، روزنامه‌ها و رسانه‌های موافق دولت، چه رسانه‌های مخالف، و در رأس اونها گروه‌ها و افراد منتقد و مخالف دولت، همچون حزب خلق ترکیه که بلافاصله اعلام کردن فایل صوتی واقعی هست و آقای اردوغان باید استعفا بده. البته دفتر نخست وزیری و خود شخص آقای اردوغان هم نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن. آقای اردوغان در یک سخنرانی گفتن که کسانی که این فایل رو منتشر کردن دست به یک امر غیر اخلاقی زدن، این فایل اساسا غیر واقعی و ادیت شده هستش و مطمئن باشند که دولت به زودی پاسخ اونها رو خواهد داد. همینطور آقای اردوغان گفتن که شخص رجب طیب اردوغان و یا حزب عدالت و توسعه در مقابل چنین ترفندهای کوتاه نخواهند اومد و کسانی که این فایل رو منتشر کردن دقیقاً هدفشون این هست که در آستانه انتخابات محلی افکار عمومی رو منحرف بکنن. البته فایل صوتی هم که منتشر شده کیفیت صدای بسیار پایینی رو داره، به نحوی که حتی فردی که اون رو منتشر کرده ناچار شده که متن مکالمه رو بر روی اون درج بکنه. حتی در موارد این مکالمه قطع و وصل میشه و همین موضوع باعث شده تا بسیاری از روزنامه‌های حامی دولت مدعی بشن که اساسا این فایل غیر واقعی و ادیت شده استش. در مقابل فردی که فایل رو منتشر کرده هم مدعی است، حتی ویدئویی که مربوط به نحوه خروج این پول‌ها از خانه آقای اردوغان هست رو در اختیار داره و میتونه در زمان مختزی اون رو منتشر بکنه. بر روی چه این فایل صوتی واقعی باشه و چه غیر واقعی باشه، در شرایط کنونی دو مسئله اساسی در ترکیه مطرح است. نخست اینکه گویا قرار نیست پرونده فساد مالی در ترکیه به
به این سادگی ها خاتمه پیدا بکنه. و مسئله دوم این هستش که دست کم در همین مدت زمان کم حدود 2 ماه که از مطرح شدن پرونده فساد مالی میگذره، این موضوع تونسته بزرگترین چالش سیاسی رو پیش روی حزب عدالت و توسعه و شخص آقای رجب طیب اردوغان قرار بده و به نظر میرسه با وجود اینکه کمتر از 1 ماه دیگه به برگزاری انتخابات محلی باقی مونده، شرایط بسیار دشواری رو شخص آقای رجب طیب اردوغان در پیش رو خواهد داشت. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردین. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر روزهای یک شنبه به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن پخش میشه. اگه موفق به دیدن پخش زنده اون نشدین، میتونین این برنامه رو در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنین و از همین طریق و همچنین ایمیل ما که همین الان بر روی صفحه ظاهر شده، میتونین نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. تا برنامه دیگر، بدرود.